با آقای دکتر کریم پاکزاد هستم، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی و استراتژیک در فرانسه. درود بر شما دکتر پاکزاد. سلام عرض می کنم. آقای پاکزاد، گزارش های اخیر حکایت از این داره که تهران به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه طالبان پرداخته و حتی در 4 شهر ایران سپاه پاسداران مشغول آموزش دادن به نفرات طالبان هستش. البته میدونیم که جمهوری اسلامی این گزارش ها رو تکذیب کرده. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ چه مقدار اعتبار قائل هستین برای این گزارش ها که در رسانه های غربی منتشر شده؟ ببینید، این گزارش ها امر تازه نیست. از آغاز وجود امریکا در افغانستان از این گزارشات گاه گاه بیرون شده. مثلا چند سال پیش حتی مقامات امریکایی از این صحبت کرده بودند که سلاح‌های ساخت ایران رو در نزد جنگجویان طالب در جنوب افغانستان به دست آوردن. ولی فکر میکنم در گذشته این هر باری که روابط بین ایالات متحده امریکا و ایران تیرتر میشد، از این نوع گزارشات بیرون میآمد. من شخصا خودم نمیتوانم اعتبار زیادی به این گزارشات بدم، ولی در عین حال و در عین حال نمیتوانم آن را تکذیب هم بکنم. چرا؟ به خاطر از اینکه اصلا ایران در برابر افغانستان از آغاز انقلاب اسلامی به این طرف که در افغانستان مرادف است به تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در آن وقت در افغانستان، ایران همیشه یک نوع سیاست در حالت انتظار، یک نوع سیاست که حتی می توانیم اینو دوگانه هم بگوییم در پیش گرفته بود. به طور مثال حتی در زمانی که رژیم کمونیستی در افغانستان وجود داشت، از یک طرف ایران برخی از مجاهدین افغانی رو در ایران حمایت میکرد، اونها رو تمویل میکرد و تا اسلحه در اختیارشان میگذاشت، و از طرف دیگر با رژیم کمونیستی هم رابطه خوب و همکاری و اصلا نداشت. به این ترتیب این سیاست ایران ما میبینیم بعدا در برابر طالبان تا حد تغییر پیدا کرد، به خاطر که طالبان زمانی که در افغانستان به قدرت میرسند، اینا سیاست کاملا ضد ایرانی و حتی ضد شیعه داشتند. از این جهت بود که ایران از طرف طالبان خطر برای خود احساس میکرد. روابط ایران و طالبان در آغاز به وجود آمدن طالبان بعد از سالهای 1994 میبینیم که روابط است حتی خصمانه است. روابط تا جایی پیش میره که بعد از کشتن یک عده از کارکنان کنسولگری ایران در شمال افغانستان در مزار شریف، حتی بعضی از منابع به خصوص پاسداران و ارتش ایران اینا تصمیم میگیرن که حملات را در جنوب افغانستان انجام بدن. تا این حد روابط بین اینها تیره و تار شده بود. خب، ولی وجود امریکا باز هم این دلیل روابط تغییراتی به وجود آورده. به این معنی بعضی ها معتقدن که این یک رابطه تاکتیکیه برای اینکه از طالبان استفاده کنن به عنوان یک نیرویی در برابر گروه اسلامگرای تروریست داعش. نظر شما در این باره چیست؟ ببینید، ایران آنچه که در مورد در رابطه با سیاست خارجی این کشور در برابر افغانستان است، هیچ وقت ایران یک نوع برخورد ایدئولوژیک و صرفا مذهبی نداشته. از این جهت هم است که حتی در زمانی که مجاهدین افغان حمایت میکنند، این بیشتر مجاهدین سنی را حمایت میکنند تا شیعه را. روابط ایران با افغانستان تنظیم یافته بود روی منافعی که ایران در این کشور داشت، به خصوص این منافع از لحاظ تضمین امنیت ایران و یا سرحدات شرقی ایران است. از این لحاظ است که زمانی که اوضاع در افغانستان تغییر میکنه و امریکا در این کشور مداخله میکنه در اواخر سال 2001 و طالبان سر میکنه، ایران از این نگاه خیلی خود را
دچار خطر میبینند. و این معنی که ایران میدونست که در بسیاری از مناطق شرق میانه و مرزهای ایران ایالات متحده آمریکا وجود دارد و حالا هم در شرق ایران اینا پایگاه های نظامی به وجود آوردن. از این لحاظ است که من به هیچ وجه اینو قابل غیر قابل تصور نمیدانم که امریکایی ها در عین حالی که از حکومت کابل در گذشته حکومت حامد کرزی حمایت میکرد، در عین حال این هم روابطی هم با طالبان داشت. یکی از مثال های مهمی از این دعوت یک هیئتی از طالبان در این اواخر در تهران است. بله. علیرغم از اینکه وزارت خارجه ایران اینو تکذیب میکنن و حقم دارم که تکذیب کنن، به خاطر که این هیئت به دعوت رسمی مقامات وزارت خارجه ایران یا دولت ایران وارد تهران نشده بود. شما میدونید که در ایران سازمان های و بنیاد های موازی خیلی وجود دارد. درسته. و سازمان های امنیتی ایران تقریبا از خود یک نوع استقلال عمل دارند. از این لحاظ است که اگر یک سازمان امنیتی ایران از کسانی دعوت میکنند، این به معنی نیست که دولت ایران هم در جریان قرار گرفته باشه. ولی این نشانه از این است که کسانی که در ایران در مسائل کلان امنیتی در منطقه تصمیم میگیرند، این بیشتر از این که وزارت خارجه ایران باشد سازمان ها یا بنیاد های دیگی است. از این لحاظ است که من غیر قابل تصور نمیدارم یک نوعی از همکاری و ارتباط بین طالبان و ایران. دکتر پاکزاد، در بعضی از گزارش‌ها آمده بود که سفر این هیئت سیاسی به تهران یکی از دلایلش اینه که ایران میخواد شناسایی بکنه که با کدوم افراد طالبان ارتباط نزدیکتری برقرار بکنه. ببینید، اوضاع سیاسی افغانستان این یک سال و نیم به این طرف دچار تحول زیاد شده. به این معنی که آن چیزی رو که امریکا با بیش از 150,000 سرباز خود نتوانست به دست بیاره، یعنی وادار کردن طالبان به نشستن روی میز مذاکرات، اینو دولت کنونی افغانستان با مذاکره همراه دولت پاکستان اینو تقریبا به دست آوردن. به این معنی که طالبان حالا حاضر هستند با دولت کابل که قبلا اونو دولت مزدور میدانستند و هیچ وجه حاضر نبودند با او وارد مذاکره شوند، امروز اینا حاضر هستند با این دولت وارد مذاکره شوند. و از طرف دیگر همه میدانند که اگر فردا صلح در افغانستان با وجود بیاید، این صلح نتیجه و حاصل مذاکرات سیاسی بین دولت کنونی و طالبان است. طالبان هر ایدئولوژی را هم که داشته باشد، اینا یک قدرت سیاسی و قومی را در افغانستان تشکیل میدن و نمیتوانیم اونا را از عرصه سیاسی افغانستان دور کنیم. از این لحاظ است که کشورهای منطقه تنها ایران نیست، حتی کشور مانند چین هم دو بار هیئت‌های طالبان دعوت کردن که به چین مسافرت کردن، رسما از اینا دعوت کردن. کشورهای دیگه مانند ترکیه هم و خب از کشورهای عربی خلیج فارس که بگذاریم، اینا میبینن که اوضاع در افغانستان در حال تحول است و طالبان فردا به نفع از آنها اینا در یک نوع کوالیسیون دولتی شامل میشن. از این لحاظ است که اینا عدمی حالا تدابیر را پیش میگیرن که با بخش از ترکیب فردای دولت افغانستان روابط اصلا نبا خوب داشته باشند. آیا فکر میکنید واقعا طالبان این پرنسیپ رو داره که در آینده اگر بعضی از اعضای اون به قدرت برسن، این کمک هایی رو که الان از ایران داره دریافت میکنه قدردان اون باشه و به نوعی جبران بخواد بکنه، یا اینکه این کمک ها رو دریافت میکنه و بعدم اگه به قدرت برسه برای ایران اعتبار و ارزش قائل نخواهد بود؟ من میدونم که شما بایس ایرانی به این مسئله توجه خاص دارید، این کاملا قابل فهم است. ولی حتی اگر ما این اخباری که با گفته بعضی از افراد سابق طالبان اینو هم بایس اخبار موثق بدانیم، این کمک ها چیزی ناچیز است. یعنی $2,450 دادن ماهانه به یکی از قماندان های طالبان مسئله بزرگ و عمده نیست که بتوانه سیاست یک جنبش مال طالبان را تغییر بده. ولی مراکز آموزشی چی در 4 شهر ایران؟ یا اینکه گذاشتن بعضی از سلاح‌های در اختیار طالبان و یا مراکز آزمایشی آموزشی. من شخصا روی از این معلومات موثق ندارم. ما اگر اخباری که از اینجا و آنجا درز میکنه و بسیاری
از این اخبارها در سطح بین‌المللی بعضی مواقع شایعه بیشتر نیست، ولی بعضی مواقع این اخبار درست هم عذاب در میاره به اصطلاح. خب تا وقتی که من اسنادی در مورد موجودیت چنین پایگاه‌هایی در ایران نداشته باشم، من فقط اینو به اصطلاح یک شایعه میدانم. از این لحاظ است که من فکر نمی‌کنم، من فکر نمی‌کنم که ایران تا حدی پیش بره در افغانستان که این منافع خود با بخش بزرگ از جامعه افغانستان که عبارت از دولت مرکزی کنونی است، اتحاد شمال یعنی اقوام تاجک و ازبک و هزاره که دو سوم بخش افغانستان تشکیل میدن از قبیل نیروهای قبلا و قماندان احمد شاه مسعود و بسته بودن و غیره، ایران نمیتواند که روابط خود با دو سوم جمعیت افغانستان که یک کشور قومی است و بحران بکشاند، به خاطر از اینکه روی طالبانی که به هیچ وجه اینا با ایران دوست نمیشن سرمایه بگذاری کنند. خب. از این حاضر است که من زیاد به این اخبار اهمیت نمیدم. دکتر پاکزاد، با عنوان آخرین پرسش در مورد گزارش های مربوط به اینکه طالبان قصد داره در تهران یک دفتر سیاسی افتتاح کنه و ظاهرا جمهوری اسلامی هم یک نوع تمایلاتی ابراز داشته به این مسئله، اینو فکر میکنید میشه قبول کرد؟ عملی خواهد بود افتتاح دفتر طالبان؟ این وابسته به تحول اوضاع سیاسی افغانستان است. ببینید ارتباطات بین دولت افغانستان و طالبان آغاز شده، ولی این ارتباطات هنوز هم غیر رسمی است. بله. در این اواخر بعضی از وکلای پارلمان افغانستان حتی زنان با هیئتی از طالبان در ناروی دیدن کردن به طور مثال، یا قبلا در قطر از این کارها انجام دادن و احتمال هم داره که در چین با هم دیده باشند. از این ارتباطات به وجود آمده، ولی هنوز مذاکرات رسمی بین دولت افغانستان یا نمایندگانی که از دولت افغانستان اینا نمایندگی بکنه با طالبان صورت نپذیرفته. هرگاه ما وارد چنین مرحله شویم اتوماتیکمان به طور اتوماتیک کشورهای همجوار که در مسائل افغانستان زینف هستند و به خصوص کشورهای همسایه که اینا امنیت و ثبات خود هم در گرو اوضاع افغانستان میبینند، اینا ناگزیر هستند که با اینها وارد تماس شوند و به این ترتیب به اصطلاح آینده خدا به خطر نیندازند. دکتر پاکتر، آیا ممکنه در آینده شاهد نوعی همکاری استراتژیک بین ایران و آمریکا باشیم در منطقه، به خصوص بعد از توافق هسته‌ای اگر به امضا برسه بین طرفین؟ بله، من از عمری اون پژوهشگرانی هستم که معتقد هستم که از لحاظ استراتژیک یعنی از لحاظ طولانی و میانه مدت آمریکا تمایل داره که از شرق میانه بیرون شود و تمام توانایی‌های خود را روی شرق دور متمرکز بکنه، به خاطر که آینده جهان از تمام لحاظ، از لحاظ جمعیت، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ ژئوپلیتیک ای در شرق دور بازی میشه. چین و ژاپن و کوریا و هند اینا کشورهای آمریکا بیشتر سعی داره که در این مناطق سرمایه گذاری کنه و توجه خود به او ملتوف بکنه، و از طرف دیگر ما در وضع قرار داریم که این وضع با 10 یا 20 سال پیش در مورد انرژی و پترول قابل مقایسه نیست. امروز آمریکا دیگر احتیاجی به پترول شرق میانه نداره، ممکن کشورهای دوستش داشته باشه و آمریکا دارد. از این لحاظ است که ولی آمریکا فکر نمیکنم که شرق میانه را ترک بکنه و جای خود را خالی بگذاره، به خاطر که عدم ثبات کلی تمام منطقه باز هم منافع آمریکا را و دوستانش را به خطر میندازه. از این لحاظ است که امروز بحث وجود داره بین پژوهشگران مختلف این است که آیا ایران میتوانه نیروی باشه که در شرق میانه فردا اون نقشی که در گذشته شاه انجام میداد، اونو به نام ژاندار منطقه یاد میکردن و حالا جمهوری اسلامی که ثبات منطقه را به دست بیاره، آیا این تبدیل خواهد شد نشد؟ من فکر میکنم که ایران این توانایی ها را داره. ببینید به طور عینی امروز اگر اوضاع منطقه را ارزیابی بکنیم، بدون ایران هیچ کسی نمیتواند ثبات و امنیت و صلح را در عراق به میان بیاره. بدون ایران هیچ کسی نمیتواند معضله سوریه را حل بکنه. آخر اگر ایران نمیبود رژیم بشار اسد قبلا سقوط نموده بود. امروز حزب الله لبنان باعث یک قدرت سیاسی در
لبنان و یک قدرت نظامی در منطقه عربی وجود کرده. خب بگذاریم از سایر مسائلی که ایران نفوذ زیادی بلاد در کشورهای خلیج فارس، مانند بحرین داره، حتی در عربستان سعودی، در شمال عربستان و شرق عربستان و شمال عربستان که شیعه ها زندگی می کنند. لذا ایران یکی از قدرت هایی است که امروز به طور عینی کلید بعضی از مسائلی که وابسته به ثبات و سایر منطقه میشه اینو در دست داره و ما هم میدانیم که امریکا کشوری نیست که به خاطر دوستی خود ایدئولوژیک عمل بکنند. برای امریکا این مهم نیست که ماهیت رژیم ایران چیست، اسلامیست یا غیر اسلامیست. بر ترتیب رژیم اسلامی ایران که از رژیم وهابی عربستان سعودی که بیشتر ارتجاعی تر نمیشه برای امریکایی ها. از این لحاظ است که من فکر میکنم که احتمال از این که اگر اینا با موافقات روی دوستی اتمی برسند، امکانات از این که در یک موقع زمانی میانه 5 یا 10 سال بعد ممکن که ایران بتواند همون جایگاهی بزرگی که در گذشته داشت این دوباره در شرق میانه کلی، نه تنها در شرق میانه کوچک، منظورم از شرق میانه کلی که در میگم افغانستان و کشورهای خلیج فارس و حتی شرق میانه اسرائیل و فلسطین و لبنان اینا همه را در بر میگیرد. به عنوان باز پرسش آخر بخواستم زودتر مصاحبه رو تموم کنیم، ولی خب سوالات مختلفی مطرح شد که باید باهاتون در میون میذاشتم. چشمانداز موفقیت مذاکرات صلح در افغانستان رو چگونه میبینید؟ آیا فکر میکنید دولت کولیسیون یک دولت ائتلافی ممکنه در آینده نزدیک روی کار بیاد؟ ببینید از آینده نزدیک من نمیتوانم واقعا مدت زمانی رو تعیین کنم. اختلافات خیلی زیادی هنوز وجود دارد، علی رغم از این که طالبان در مواضع خود تا حدی تجدید نظر کردند، به این معنی که حالا دیگه مسئله زنان، صحبت با زنان یا مدرسه نرفتن دختران رو مطرح نمی کنند. یا این که در پروسه صلح طالبان نخواستن که وزارت های کلیدی، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت کشور اینا رو در دست بگیرن. اینا بیشتر وزارت هایی که به امور اجتماعی و امور اطلاعاتی و اینا ارتباط بگیرن خواستار از اینا شدن. یعنی به این معنی که طالبان هم پست های زیاد را توقع نکردن که این امکان پذیر نباشن. بله. از طرف دیگر من فکر میکنم کلیدی همه ای تمام این مسائل، کلید صلح در افغانستان نه در دست ایران است، نه در دست دولت افغانستان است، نه در دست طالبان است. این کلید در دست اسلام آباد است، این کلید در دست پاکستان است. هرگاه این روابطی که امروز به وجود آمده بین افغانستان و پاکستان که میتونیم یک نوع شروع آب شدن یخها بین دو کشور بدانیم، اگر این جلو بره، اگر پاکستان تصمیم بگیره که به جنبش مسلحانه طالبان پایان ببخشن، این کار را آسانی کرده میتواند. از این لحاظ است من فکر میکنم اگر رابطه پاکستان و افغانستان رو به بهبود بره، مسئله صلح در افغانستان کاملا امکان پذیر است و طالبان رو به میز مذاکره خواهند کشوند. سپاسگزارم از شما دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی و استراتژیک فرانسه در پاریس، که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.